بسم الله الرحمن الرحیم. مشتبه در مقابل ورزشکاری به میدان آمده که با حرکت زنگه راست پیروز میشه. غلام سقی در تقابل با رقیب خود این گونه به برتری میرسه. ببینیم که این مسابقه چی میشه. هر دو ورزشکار تلاش دارن ایرانش از جا بلند که دریب خوب از حرکت زنگه راست استفاده میکنه. و حالا میبینیم که هر دو ورزشکار چی میکنه. آیا امید باز هم از حرکت چپ راست خود استفاده میکنه یا خیر گرفته وای و باز هم چپ راست. بهروز از این جیل چپ راست فوق‌العاده. فهیم از آریا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، دوباره در خدمت شما دوستان عزیز قرار گرفتیم با یک دیگر از برنامه های جذاب پهلوانی و قراره که در این قسمت ما شاهد مسابقه جذاب میرافغان از کلاب نیرو با سرمربیگری استاد آصف و همچنان در دومین مسابقه محمد یونس از کلاب اتفاق در مقابل افشین قرار گرفته که مربی محمد یونس استاد دین محمده و همچنان مربی افشین از کلاب گذره حسام الدین است و در مسابقه سوم عبدالخالق از کلاب انصار با لباس سرخ در مقابل لایق شا از کلاب جوانان انجیل که مربی لایق شا قاری بسم الله است و مربی عبدالخالق استاد شهاب الدین در مقابل هم قرار گرفتند و همچنان چهارمین مسابقه امروز نصیر احمد صوفی‌زاده که مربی و استاد فیروز غزنوی است در مقابل عنایت الله از کلاب هرات باستان قرار گرفته و همچنان ایوب شا از کلاب بارک اطلان با سرمربیگری نادر صوفی‌زاده در مقابل راز خان از کلاب افغان قرار گرفته. امیر حسین از کلاب آریا در مقابل یکی از پهلوانان هرات باستان قرار گرفته که مربی امیر حسین استاد عبدالعظیم هست و همچنان بهروز از انجیل در مقابل پرویز از اتحاد قرار گرفته که مربی بهروز از انجیل قاری صاحب بسم الله و پرویز از اتحاد با مربیگری استاد فیروز احمد غزنوی وارد این مسابقه شده و آخرین مسابقه وید احمد از گذره با مربیگری حسام الدین در مقابل پهلوانی از کلاب السادات قرار گرفته. اولین مسابقه که در تصویر میبینیم میرافغان با لباس سرمه‌ای و سیها از کلاب نیرو با سرمربیگری استاد محمد آصف، ببینیم که در مقابل حریف خوب از کلاب انصار با بلید سیاه و لباس خاکی میتونیم بگیم وارد میدان مسابقه شده و کدام یک موفق میشه به برتری برسه در روند اول و موفق شه کمر حریف خود به زمین بزنه. هنوز اجازه کار توسط استاد شهاب الدین پهلوان یکی از مربیهای کلاب انصار داده نشده بر دو ورزشکار تو از چمهایی که دارن استفاده بکنن و حالا کم کم دیگه باید مسابقه آغاز بشه. همین اتفاق هم رخ میده و آغاز مسابقه میتونن حریفا از چمی که دارن استفاده کنن. ببینیم راوند اول مسابقه، خیلی سری میرافغان در راوند اول به برتری میرسه. ببینیم در تکرار صحنه این گونه از حرکت دورین پی استفاده میکنه، موفق نیه و سپس از حرکت اند راسته استفاده میکنه و در راوند اول به برتری میرسه. بالا هر دو ورزشکار دوباره به مسابقه میپردازن. ببینیم که در راوند بعدی کدام یک به برتری میرسه در مقابل حریف. خو نتیجه کار فعلا که 1-0 به نفع میرافغان از کلاب نیروه. مسابقه آغاز شده و از هر چمی که دارن میتونن روی یکدیگر استفاده کنن. ببینی بله، استاد اشاره میکنن تا هر دو ورزشکار بعد استراحت داشته باشن و دوباره به مسابقه بپردازن. حالا دوباره مسابقه آغاز شده. در راند دوم ببینیم که این بار کدام یک موفق میشه کمر حریف خور به زمین بزنه و در راند دوم به برتری برسه. تلاش های هر دو ورزشکار میبینیم که حالا میرافغانه که با نتیجه 2-0 به برتری میرسه مقابل حریف خو و موفق میشه کمر حریف خور به زمین بزنه به نتیجه که به دست میاره. ببینیم مورد تشویق هم قرار میگیره. حالا تکرار صحنه روند دوم شما در تصویر میبینیم که چگونه موفق شد میرافغان کمر حریف خور به زمین بزنه و در روند دوم هم به برتری برسه. عملکرد جالبی بود که از طرف میرافغان با هم دیدیم و اینجا هم شما چهره بزرگان امارت اسلامی و مولوی ادریس شما در تصویر میبینیم که هر هفته از پهلوانان حمایت میکنه، در میدان حضور پیدا میکنه و بدون شک که حمایت
کسانی که در رأس حکومت هستند میتونه که خیلی رویه ببخشه و خیلی انرژی بده به پهلوانا و همچنان این که طرفدار خاص پهلوانی هستند بدون شک که این یک انگیزه خاص به پهلوانا میده. شما در کنار این بزرگا چهره اسطوره کشتی افغانستان یعنی استاد همایون شیرزاد را میبینیم که در کنار استاد همایون شیرزاد محمود چرخی یکی از کسانی که خیلی نام و آوازه بلندی در این میدان داشت و امروز در میدان حضور پیدا کرده در کنار اسطوره کشتی افغانستان یعنی همایون شیرزاد. و حال دومین مسابقه ای که در میدان قرار آغاز بشه یکی از کلاب اتفاق و دیگری از کلاب پیمان. محمد یونس که مربی او استاد دین محمد است و همچنان افشین به میدان آمده میبینیم عمل کرده هر دو پهلوانه. اینجا محمد یونس حریف بلند میکنه در مقابل به زمین میکوبه. چه حرکت نمایشی و چه قدرتی. میشه گفت که از جمله بهترین های میدان و کسایی که در آینده میشه به سر اینا حساب بکنیم یکی هم یونس از کلاب اتحاده که در مدتی که در این میدان حضور داشته واقعا کشتی های نمایشی از خود نشان داده و در مسابقاتی که خارج از هرات هم برگزار شده به هر جایی که حضور پیدا کرده توانسته حریفای خود به خوبی شکست بده و اینجا هم ببینیم که با چه حرکت و چه زیبایی حریفار شکست میده. در این هفته دو پهلوان کلاب اتفاق واقعا خوش درخشیدن و کشتی های خیلی نمایشی گرفتن یکی امید ارباب و اینجا هم شما میبینیم که محمد یونس توانست که خیلی عمل کرده خوبی در راوند اول داشته باشه و شما چهره حسام مربی افشین را در تصویر میبینیم که کسی که شاگرد او هست یعنی افشین او گفتنی های به او داره و میگه در این راوند باید تو پیروز بشی. راوند بعدی آغاز شده ببینیم که آیا باز هم محمد یونس پیروز خواهد شد یا خیر. بله در این راوند محمد یونس موفقانه عمل کرد و توانست که این پهلوان از کلاب پیمان به زمین بزنه و همچنان پیروز این مسابقه باشه و شما میبینید که آغوش استاد او و مربی او باز میشه به خاطر اینکه از پیروزی و از این قهرمانی که کسب کرده در این هفته تجلیل بکنه. استاد دین محمد مربی محمد یونس در کلاب اتفاق هست. و دوستان عد مهربان و همچنین چهره مدرسانه کشور ازبکستان و همچنین کره جنوبی به خاطر از اینکه سمینار قرار به ایراد برگزار بشه و از تمام ولایت میتونن به این سمینار اشتراک بکنن به خاطر کورس داوری و همچنین مربیگیری در تصویر میبینیم که آمدن و از نزدیک هم دوست داشتن که مسابقات را تماشا بکنن و در تصویر میبینیم که کم کم دیگه اونا وارد میدان مسابقه گوشتی خاجی سب عبدالانصاری میشن و واقعا که مورد تشویق و تقدیر مردم و ولایت هرات هم قرار گرفتن. واقعا ما خوشحالیم از این که بتونیم مهمان نوازی خوبی به تمام مهمانان که تشریف بیارن داشته باشیم. چهره مدرسین در تصویر میبینیم و حالا مسابقه بعدی که قرار آغاز بشه ورزشکاری از کلاب انصار که خالد باشه با لباس سرخ در مقابل حریف خود که با لباس سیاه وارد میدان مسابقه شده ببینیم که چی عکس‌العمل انجام میده. آغاز مسابقه و هر دو ورزشکار ببینیم که هر دو ورزشکار میتونن از چمی که دارن استفاده کنن مقابل یک دیگر و خالد که حالا در راوند اول از حرکت سنگه چپ استفاده میکنه و در راوند اول به برتری میرسه. خیلی سریع حرکت خور استفاده میکنه و ورزشکاری از کلاب جوانان انجیلر به کبر در راوند اول به زمین میزنه. ببینیم در تکرار صحنه که چگونه از حرکت زنگه چپه که داره استفاده میکنه و موفق میشه به برتری برسه در روند اول و چهره خالد در تصویر میبینیم استراحت داره و در روند دوم ببینیم که چی عکس‌العمل از خوب نمایش میگذاره و آیا موفق میشه باز هم کمر حریف خود که از کلاب جوانان انجیلر به زمین بزنه یا خیر. خالد یک از جمله ورزشکاران خوب کلاب انصار در رده سبک هست ورزشکاری که اومن در مسابقاتی که اشتراک میکنه دست چپ بخور به پتو دار میده به خاطر از اینکه زنگه چپه داره و اگر عریفی دست خورن راه کنه با دست راست دست عریف خور میگیره و حالا رانده
بعدی که در تصویر میبینی ببینیم تلاش های خاله در که باز هم کوشش میکنه از حرکتی که داره استفاده بکنه مقابل حریف خوب با حالا دیگه باید حریفی وار بکنه بخاطر که شونه پینتره. ببینید که در راوند دوم کدام یک به برتری میرسه، باز هم خالد از حرکت زنگه چپه استفاده میکنه و با نتیجه 2-0 موفق میشه به پیروزی برسه، به نتیجه که به ارمغان میاره. ببینیم واقعا چهره شاد و خندان و همچنین چهره کاملا جوان این ورزشکار شما در تصویر میبینیم. ببینیم این گونه از حرکت زنگه چپ استفاده کرد و موفق شد در روند دوم در مقابل حریف خود کسکلپ جوانان انجیله به برتری برسه و پیروز مسابقه بشه. این پهلوانانی که در رده سبک وزن در اینجا در این مسابقات با هم به تقابل میپردازند، میشه گفت که آینده پهلوانی هرات یا چشمان کسانی که در این میدان حضور پیدا میکنند به سمت این پهلوانا دوخته شده و امیدوارین هستیم که اینا کسانی باشند که در آینده نام و آوازه هرات و مخصوصا افغانستان را به تمام جهان بلند بکنند و بدون شک که همینایند که در آینده افتخار آفرینی خواهند کرد با تمرینات و با پشتکاری که دارند. نصیر احمد صوفی‌زاده با لباس صورتی وارد میدان شده. ببینیم که نصیر احمد با پهلوانی که از کلب ایراد باستان یعنی عنایت الله که لباس سفید پوشیده چه خواهد کرد؟ آیا نصیر احمد باز هم میتونه که مانند برادر خود افتخار آفرینی بکنه یا خیر؟ بله بله، باز هم نصیر احمد که در مقابل عنایت در راند اول به پیروزی میرسه و میتونه که در اینجا جز پهلوانان برتر البته تا فعلا قرار بگیره. اگر بتونه که همچنان این مسابقه به پیروزی برسه و همچنان در راندهای بعدی چنین که شکست داد شکست بده عنایت الله، میشه گفت که در این هفته پیروز شده و هفته‌های بعدی هم که در مقابل حریفان خود قرار بگیره اونا شکست بده جز پهلوانان برتر در رده سبک وزن قرار خواهد گرفت. و حال راند دوم آغاز شده، باز هم عنایت الله متوجه این هست که نصیر احمد از حرکت موفقی که در راند پیشتر استفاده کرد استفاده نکنه، چرا که این حرکت واقعا جالب بود و واقعا با چنین شکستی میشه گفت که نصیر احمد با چنین پیروزی که کسب کرده همیشه در این میدان نام و آوازه خود حفظ کرده و در اینجا در راند دوم هم توانست که کمر عنایت الله از کلپ ایراد باستان به زمین بزنه، به آغوش میگیره عنایت الله و همچنان شما چهره مربی نصیر احمد صوفی‌زاده میبینیم استاد آدم خان که آمد و تشویق کرد شاگرد خوده و در تکرار صحنه ببینیم که چگونه نصیر احمد توانست که کمر عنایت الله به زمین بزنه این گونه و با این حرکت جالب خود توانست که در این راند هم پیروز بود. دوستان مهربان، مسابقه بعدی که قرار آغاز بشه بین ایوب شاه از کلپ اتحاد با لباس نارنجی که در راند اول در مقابل راز محمد از کلپ افغان به برتری میرسه و موفق میشه در راند اول پیروز مسابقه بشه. ببینیم چهره مربی ایوب شاه استاد فیروز احمد غزنوی و حالا راند دوم باز هم از حرکت کجا استفاده میکنه و با نتیجه 2-0 در مقابل حریف خوب برتری میرسه. این گونه کمر حریف خوب به زمین میزنه و موفق میشه نتیجه که به دست بیاره. نمایی از مردم ورزش دوست ولایت هرات میبینیم که واقعا در میدان گوشتی خاجه سید عبدالله انصاری روز به روز زیاد شده مهره. امیر حسین از کلپ آریا پا به میدان گذاشته در مقابل پهلوانی از کلپ ایراد باستان. گفته نباید گذاشت که امیر حسین برادرزاده استاد حکمت الله حکیمی هست، کسی که مدار جهانی داره و در اینجا هم امیر حسین توانست که در مقابل پهلوانی از ایراد باستان به برتری برسه. امیر حسینی که لباس سفید پوشیده و تنبان سیاه در مقابل این پهلوان این گونه به برتری رسید. در راند بعدی ببینیم که امیر حسین از خود چه عمل کردی بر جای خواهد گذاشت و آیا در اینجا پیروز خواهد شد یا خیر. اگر امیر حسین بتونه که پیروز این میدان باشه در هفته های بعدی بدون شک که در مقابل پهلوانانی که جوره خواهند شد قرار خواهد گرفت و اگر همچنان به پیروزی برسه جز پهلوانان برتر ولایت هرات در رده سبک وزن قرار خواهد گرفت. تلاش های امیر حسین میبینیم که حریف کش میکنه و همچنان حریفم
منتظر ای هست که امیر حسین کدام اشتباهی بکنه تا اینکه از اشتباه امیر حسین استفاده بکنه. استاد نذیر احمد داوری این دیدار به عهده داره و لباسهای هر دوی پهلوان را تنظیم میکنه تا اینکه در مسابقه با کدام مشکلی مواجه نشن و حال امیر حسین قصد داره که از حرکت زنگه استفاده کنه. میبینیم که پای خود عقب میگذاره تا اینکه از حرکتی که میخواد استفاده کنه موفقانه استفاده کنه، البته از پای خود، و میبینیم هنوز کدام عمل کرده نشان نداده. اما این پهلوان هم کسی که در مقابل امیر حسین قرار گرفته متوجه این هست که نشه امیر حسین دوباره در راوند دوم هم به پیروزی برسه در مقابلی، و حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که مسابقه به راوند بعدی بکشانه این پهلوان. و گفتنی های مربی هم بدون شک که اثرگذار خواهد بود. و اینجا زنگه راسته، گفتم که امیر حسین تلاشی داره که از حرکت زنگه استفاده کنه و به همین خاطر هم پای راست خود عقب میگذاشت تا اینکه موفقانه از این پا به خاطر استفاده از حرکت زنگه راسته استفاده کنه. در تکرار صحنه شما ببینیم که هرچقدر تلاش کرد حریف اما نتونست که موفق باشه در مقابل این چهره، یعنی امیر حسین سلیمانی، و اینجا توانست که این مسابقه را به پایان برسانه. حضور مردم هم در این هفته واقعا چشمگیر بود و امیدوار این هستیم که پهلوانان ما به خاطر مردم خود و به خاطر حمایت از این همه مردمی که در اینجا حضور پیدا میکنن پهلوانی های جذاب و کشتی های جالبی داشته باشن و از خود عملکردهای جذابی به نمایش بگذارن. و حالا مسابقه بعدی که در تصویر می‌بینیم، بهروز از کلاپ انجیل با سربوره بگیری اجغریس بسم الله یقدوس از کلاپ جوانان انجیل، و در مقابل پرویز با لباس نارنجی از کلاپ اتحاد وارد میدان مسابقه شده. راوند اول مسابقه موفق میشه بهروز کمر پرویز رو به زمین بزنه و در راوند اول به برتری برسه. خیلی سری در راوند اول با حرکتی که داشت استفاده کرد در مقابل حریف خود و موفق شد کمر رو به زمین بزنه و در راوند اول به برتری برسه. ببینیم در تکرار صحنه که چگونه بهروز از حرکتی که داشت استفاده کرد و پای چپ پرویزر میگیره و موفق در راوند اول به برتری برسه. ورزشکاری که از کلاپ اتحاد در تصویر میبینیم، پرویز شا واقعا مسابقات خوبی انجام میده و حالا راوند دوم مسابقه قرار آغاز بشه. ببینیم که در راوند دوم که دو ورزشکار به برتری میرسه. تلاش های هر دو ورزشکار رو میبینیم در تصویر که معلوم خواهد شد کدام یک بالاخره در راوند دوم به برتری میرسه در مقابل حریف خود. استاد حاجی دین محمد هم به صحنه نزدیکه، داور این مسابقه و مسابقه بین بهروز و پرویزر داوری میکنه، یکی از کلاپ جوانان انجیل و دیگری هم از کلاپ اتحاد، و ببینیم که در راوند دوم کدام یک موفق میشه و برتری برسه. تلاش های هر دو ورزشکار میبینیم که بله مسابقه به اتمام میرسه و بهروز که از کلاپ جوانان انجیل موفق میشه کمر پرویزر به زمین بزنه. شما در تکرار صحنه ببینیم که چگونه میره فریز حریف خور از جا بلند کنه، موفق نبود، سپس از حرکت زنگه راسته میخواست استفاده کنه، باز هم موفق نبود، و بهروز که با حرکت گدش موفق شد کمر حریف خور به زمین بزنه و پیروز مسابقه بشه. تمام این چهره هایی که شما در تصویر میبینیم به خاطر مسابقات جالبی که در این میدان برگزار میشه حضور پیدا میکنن هر هفته و میخوان که پهلوانا به خاطر حضور از اینا هم که شده مسابقات جالبی برگزار بکنن یا اینکه در مقابل هم قرار بگیرن و از حرکات و نمایشات جالبی که دارن استفاده بکنن. در هفته پیش رو هم قراره که مسابقات جالبی برگزار بشه از رده سنگین وزن و از رده سبک وزن، کسانی که میخواهند به برتری برسن و عنوان پهلوان برتر ولایت هرات کسب بکنن در مسابقه اشتراک خواهند کرد. و حال چهره وید احمد پهلوانی از کلاپ گذره شما در تصویر میبینیم که در مقابل پهلوانی از کلاپ السادات قرار گرفته در ابتدا یا شروع کار
میبینیم که وید احمد چه حرکتی استفاده میکنه و چگونه به پیروزی میرسه. وید احمد یکی از کسانی که برکت نمایشی که داره یا میشه برکت چرخشی که استفاده میکنه خیلی مشهوره و در اینجا چون امکان این نبود که از حرکت چرخشی استفاده کنه، باز هم از حرکتی استفاده کرد که این گونه حریف میشد به شکست مواجه بشه و به زمین بخوره. و همچنان مربی وید احمد شما میبینیم که تشویق میکنه پهلوان خوده تا اینکه در راوند بعدی هم به برتری برسه. پهلوان ها حضور پیدا کردن تا اینکه راوند دوم شروع بشه و ببینیم که آیا وید احمد باز هم میتونه در مقابل این پهلوان طوری که در راوند اول به پیروزی رسید به پیروزی برسه یا خیر. کسی که داوری این دیدار با عهده داره به صحنه نزدیکه و لباس پهلوانار درست میکنه. حال راوند بعدی آغاز شده، احتیاط میکنن هر دو پهلوان، هر دو در تلاش اینن که از حرکتی که دارن استفاده بکنن، از مهارتی که تا حال کسب کردن و تمرین کردن تلاش کردن و حریف خود به زمین بزنن. میبینیم که احتیاط میکنن تا اینکه نشه کدام سهل انگاری بکنن و این مسابقه یا مساویانه پیش بره یا اینکه این مسابقه حداقل ختم بشه. یکی تلاشی داره که مسابقه به راوند سوم بکشونه و دیگری تلاشی میکنه که این مسابقه در همین راوند به پایان برسه. یعنی وید احمد تلاش میکنه که این مسابقه ختم بشه، اما پهلوان کلب السادات تلاش میکنه که این مسابقه همچنان ادامه داشته باشه. بله همیت هم میشه. میبینیم دوستان عزیز که مسابقه مساویانه پیش میره و اینجا با حرکت جالبی که پهلوان کلب السادات استفاده میکنه میشه گفت که مسابقه مساویانه به پیش میبره و مسابقه به راوند سوم میکشونه. ببینیم که در راوند سوم آیا این مسابقه به نفع وید احمد ختم خواهد شد یا به نفع پهلوانی از کلب السادات. دوستان عزیز این مسابقه به همین جا ختم شد، یعنی مسابقه مساویانه پیش رفت و ببینیم که در هفته بعدی هم برگزار خواهد شد یا پایانی خواهد داشت یا خیر. تکراری از نبردهای امروز با هم میبینیم. با دیدن اینا شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. بدرود.